در جریان تیراندازی سربازان ایرانی بر یک موتر حامل شهروندان افغان در ولایت کرمان این کشور شش شهروند افغان کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند این خبر در رسانه های ایرانی باستاب یافته است در همین حال مسئولان کنسولگیری ایران در هرات با تایید این رویداد میگویند این شهروندان افغان از سوی قاچاقبران انسان به گونه قانونی وارد این کشور شده بودند و راننده موتر حامل این این شهروندان افغان به هشدارهای پلیس توجه نکرده بود نصیر احمد صالحی با جزئیات بیشتر این خبر این تصاویر از سوی رسانه های ایرانی منتشر شده است. تصاویری از یک رویداد مرگباری که در ولایت کرمان این کشور اتفاق افتاده است. در جریان تیراندازی نظامیان ایرانی در منطقه انار ولایت کرمان 6 شهروند افغان کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود که در این موتر 28 شهروند افغانستان به طور غیر قانونی جابجا شده بودند و راننده موتر با هشدارهای پلیس بی توجهی کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش دادند که زخمی های رویداد مرگبار به شفاخانه منتقل شده و تحت تداوی قرار دارند. گفته می شود که قربانیان این رویداد از 20 تا 30 سال سن دارند. در همین حال مسئولان کنسولگری ایران در هرات این رویداد را تایید می کنند. کنسولگری ایران در هرات در یک اعلامیه از گفته محمود افخمی رشیدی سر کنسول ایران در هرات گفته است که این شهروندان افغان از سوی قاچاقبران انسان به طور غیر قانونی به این کشور وارد شده بودند و پس از اینکه راننده موتر با هشدار نیروهای امنیتی توجه نکرد نظامیان اقدام به تیراندازی به سوی این موتر کردند این دیپلمات ایرانی تاکید کرده که نظامیان کشورش از حضور افغانها در این موتر خبر نبودند سر کنسول ایران از شهروندان افغان میخواهد که به طور غیر قانونی به این کشور سفر نکنند و تمامی نمایندگی‌های های سیاسی ایران در افغانستان سهولت های را در دادن ویزا به میان آوردند با همه اینها تا حالا بارها شهروندان افغان به دلیل آنچه سفرهای غیر قانونی خوانده می شود از سوی نظامیان ایرانی آماشقا قرار گرفتند مقام های ایرانی هم میگویند نظامیان این کشور به دلیل جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و ورود افراد مشکوک به این کشور دست به تیراندازی به سوی افراد ناشناس میزنند